بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. مقامات فرانسه اعلام کردند که قصد دارند از دادن تابعیت فرانسوی به ساکنان جزیره مسلمان نشین مایوت جلوگیری کنند. اکثریت ساکنان این جزیره که متعلق به فرانسه است و در اقیانوس هند واقع شده است، مسلمان هستند. مقامات فرانسوی مدعی هستند که با این کار خود قصد جلوگیری از توقف مهاجرت غیرقانونی به این کشور را دارند. جرالد دارونین، وزیر کشور، در جریان سفر خود به این جزیره در سخنانی اعلام کرد که ما تصمیمی جدی خواهیم گرفت که بر اساس آن اگر فرزند پدر فرانسوی نباشید، دیگر امکان فرانسوی شدن وجود نخواهد داشت. همزمان با آغاز ایام اعیاد شعبانیه، 17 دوره جشنواره بین المللی فرهنگی بهار شهادت با حضور بیش از 100 میهمان از 30 کشور مختلف جهان در شهر مقدس کربلا آغاز شد. علی کاظم سلطان، رئیس کمیته برگزار کننده این جشنواره گفت این جشنواره با شعار امام حسین علیه السلام، خروش آزادگان و راز پیروزی برگزار می شود و شامل نشست های پژوهشی درباره امام حسین علیه السلام، حضرت زینب سلام الله علیها و ابوالفضل عباس علیه السلام، یاران امام حسین علیه السلام و شهر مقدس کربلا است. چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در تهران برگزار می شود. زمان برگزاری این دوره از مسابقات از 26 بهمن ماه 1402 لغایت دوم اسفند ماه خواهد بود. چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم زیر نظر سازمان اوقاف و در سالن اجلاس سران در تهران برگزار می شود. نشست نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و 5 کشور آسیای مرکزی درباره افغانستان به میزبانی وزارت خارجه قرقیزستان برگزار شد. اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی بر تشکیل دولت فراگیر و لغو محدودیت علیه زنان در افغانستان تاکید کردند. نمایندگی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی روز چهارشنبه 25 بهمن در ایکس نوشته است که در این نشست با شرکای این اتحادیه و یوناما در مورد همکاری برای صلح و ثبات بلند مدت در افغانستان بحث شده است. این نشست قبل از برگزاری جلسه نمایندگان ویژه کشورها درباره افغانستان در دوحه برگزار شده بود.